سفر رئیس جمهور غنی به هند با آجندای اقتصادی و امنیتی. رئیس جمهور غنی امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به هند رفته است و با نریندرا مودی نخست وزیر آن کشور دیدار کرده است. در این دیدار دو طرف روی همکاری های دو جانبه برای صلح و ثبات منطقه، بیشتر ساختن بورسیه های تحصیلی برای محصلین افغان، توسعه روابط تجارتی و اقتصادی میان دو کشور به توافق رسیدند. آقای غنی در سخنرانیش به امیدوار شده که گفتگوهای صلح به طالبان نتیجه خواهد داد. اما در حالی که روابط کابل و اسلام آباد به مرحله تازه وارد شده است، سفر رئیس جمهور غنی به هند چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان سید فرهاد هاشمی، فعال سیاسی، و احمد شکیب منتظری، آگاه روابط بین الملل و رئیس حزب نهضت ملیگرایی افغانستان اینجا با من حضور دارند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای منتظری، برداشت شما و بررسی شما از سفر امروز آقای غنی به هند چی است؟ فکر میکنین از کدام ابعاد این سفر برای افغان ها مهم است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و ادب. سفر آقای رئیس جمهور میتونه چند بعد داشته باشه. بعد اولش حفظ بیلانس یا توازن در روابط بین پاکستان و هندوستان است. ما نمیتونیم که دروازه‌های دیپلماسی را با یگانه کشوری که بیشترین مشکلات به جامعه ما ایجاد کرده بسته بکنیم که عبارت از پاکستان باشه. ولی وقتی که پاکستانی ها آمد و شد میکنن به افغانستان و وارد مذاکره میشن، سفر میکنن به افغانستان، یا مسئولین دولت افغانستان سفر میکنه به پاکستان، پس این طرف قضیه را هم باید در نظر بگیرن برای که بیلانس حفظ شده باشه. نشستی، مذاکره، گفتگویی با هندی ها هم ضرورت است. بله. و دو، گمان میکنم دولت باورش به این است که ما به پاکستانی ها نشان بدیم که نشست با شما، صحبت با شما، تفاهم با شما به عنوان تمکین به شما نیست. ما روابط خود با هندوستان ادامه میدیم، در سیاست خارجی استقلالیت ما حفظ است. یکی از پافشاری های پاکستان می بوده از سالهای چندی به ایسو که شما چه کارا را بکنین، یکیشی که در روابط با هندوستان باید از ما مشوره بگیرین و تا اون حدود پیش نروین، چون یک دشمن ما هست. حال دولت افغانستان و رئیس جمهور اینمی بیلانس رفت میکنه که ما در سیاست خارجی خود استقلال کامل داریم و پیش میریم. بعد دیگه ایشی است که دولت افغانستان در پی ایجاد یک اجماع است. اجماعی که دو بخش داشته باشه، اجماع منطقه‌ای و اجماع جهانی. برای حاصل کردن اجماع منطقه‌ای و اجماع جامعه جهانی در راستای صلح افغانستان و در راستای حمایت از موقف دولت، موضع دولت و ملت افغانستان، سخت ترین کار شمی است که بین کشورهای متضاد زیدخل در قضیه افغانستان، کشورهای متخاصم زیدخل در قضیه افغانستان، بیلانس حفظ بکنند. یعنی وقتی که ما با آمریکایی‌ها رفاقت می‌کنیم، باید جانب ایران هم در نظر داشته باشیم. وقتی که ما با ایرانی‌ها دوستی می‌کنیم، با ایرانی‌ها هم سویی می‌داشته باشیم، باز باید جانب عربستان سعودی را هم نادیده نگیریم. وقتی که ما میاییم با روس‌های گاهی نشستی می‌کنیم، باز جانب آمریکایی‌ها را هم در نظر داشته باشیم. به این ترتیب بین پاکستان، هندوستان اینا. چرا که پیچیده ترین نقطه و گره به اصطلاح پیچیده و امو موضوع بسیار مغلق سیاست افغانستانی است که کشورهای متضاد، کشورهای حریف، کشورهای تا جای دشمن و خصم در قضایای مختلف در کشور ما با هم روبرو قرار گرفته. هر یک اونا نفوذ خود در افغانستان دارن، هر یکشان عناصر تعبیه شده خود در افغانستان دارن و اقتدار خود دارن و اثرگذاری خود را. بنابر او اساسی ترین کاری را که ما در سیاست خارجی خود در امر صلح و ختم جنگ افغانستان میکنیم همی است که پالیسی به کار برده شود و استراتیجی های تدوین شود و اعمالی شود که او استراتیجی ها ما را به طرف یک جانب قرار نداده باشه و در مقالب جانب دیگر. خیلی سپاسگزارم. تشکر آقای هاشمی.
این سفر درست در حال صورت میگیره که چند روز پیش وزیر خارجه پاکستان به کابل آمده و شخصا از رئیس جمهور غنی خواست که بره به اسلام آباد و از اسلام آباد دیدن بکنه. پیش از این که آقای غنی به اسلام آباد بره، میره به هند. خب اینجا آقای منتظری به این باور هستند که بیشتر اینجا حکومت افغانستان استقلالیت خود را حفظ میکنه و اینکه بیلانس را حفظ بکنه میان رابط کابل و اسلام آباد و کابل و دهلی. دیدگاه شما در این مورد چی است؟ فکر نمیکنین که نرفتن به پاکستان و رفتن به هند به یک نحو صدمه خواهد زد رابط کابل و اسلام آباد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بهین حسین سلام خدمت شما، خدمت جناب آقای منتظری. ببینین یک کمک ما میخواییم که به خود موضوعات سفر بپردازم و بعدا ارتباط بدیم به مثلا رابط افغانستان با پاکستان و هندوستان. در حقیقت مقصد اساسی سفر از آدرس قصر ریاست جمهوری و سخنگوی اینا گفته شده که آقای رئیس جمهور غنی در یکی از سخنرانی های در یکی از نهادهای به نام ایندیا فاندیشن یا بنیاد هند در اونجا اشتراک میکنه. اما سفیر افغانستان همزمان با سفر رئیس جمهور غنی به هند موضوعات مختلف را مطرح میکنه که زیادتر دیده میشه که سفر آقای غنی جنبه بزرگتر امنیتی داره و بعدا باز جنبه اقتصادی داره. در جنبه امنیتی روی مسائلی که زیادتر در گفته هایش تمرکز شده، مسائل ای است که سقوط غزنی از هان شده و بعدا که افغانستان در یک مقطع زمان با وسایل پیشرفته جنگی به خاطر مهار حملاتی که از طرف کشورهای منطقه یاری و همیاری میشه به خاطر از این ضرورت داره. در جنبه اقتصادی روی مسائل چابهار گفته شده. در بود سال وقت پای پاکستان کشنده میشه، در بحث هایی که بحث میشه مسئله را مطرح میکنه که ما به خاطر سال به خاطر تسهیل و برگزاری انتخابات در داخل افغانستان گفتگوها را ادامه میدیم و نقش پاکستان در اینجا برازنده میبینه. حالا آمدیم روی هدف سفر رئیس جمهور غنی. اما طور که ما شما از قبل میدانیم پاکستان یکی از کشورهایی است که شامل حلقه اول سیاست خارجی حکومت افغانستان و مردم افغانستان میشه و هند شامل حلقه دوم که حلقه منطقوی است. در پاکستان تغییراتی که اخیرا آمد، ما شما شاید ازی بدیم که رهبری سیاسی پاکستان تغییر کرد و این از ازمی بود بود که ما شاهد آمد و رفت حیاتهای بسیار بلندپایه حکومت پاکستان بودیم و همچنان نظریات و اظهارات که رئیس جمهور غنی در تماسهای تلفنی با طرف رهبری سیاسی پاکستان داشتند. از این بود بعدا ما میبینیم که همزمان مسئله سقوط غزنی مطرح میشه و در اینجا شواهد به دست میآید که پاکستانی ها چی نقش را ایفا کردند. در این دیده میشه که حکومت افغانستان در امطور یک مقطعی وقتی به طرف هند میره زیادتر فکر نکنم به خاطر از این باشه که روابط خود با پاکستان به چالش بکشانه. زیادتر مربوط به این میشه که نزدیکی هایی که با رهبری سیاسی پاکستان میشه این نمیتونه که روابط افغانستان با هند ضربه بزنه. یک موضوع دومی است که هندی ها حال به مو پختگی رسیدن که زیادتر سیاست ها و پالیسی های خود را از شعبات فکر و یا تنگ تنگ ها میگیره. ولی خود ایندیا فاندیشن یک تنگ تنگ شما روابط دهلی را با اسلام آباد میدانین. بله. وقتی از دهلی ضعف های پاکستان گفته شوه که اونها همکاری میکنه، عراس افغانان را در افغانستان در شهر در سقوط بخش های شهر غزنی سهم داشته، این چی را افاده میکنه؟ خب شما ببینین که هندی ها از هر نقطه ضعف پاکستان در داخل افغانستان موضوع میسازن. به این قسم پاکستانی ها از هر نقطه ضعف و خصوصا از روابط افغانستان با هندی ها یک موضوع میسازن و به خاطر از این مسائل است که به او میپردازن و تنش ها و رقابت ها بینشان بعضن در داخل افغانستان همچنان اوج میگیره، فراتر از حرف هایی که در وطن خود میگن. اما اینا هم به صفت دو کشور به این متقاعد هستند که افغانستان بالاخره به صفت یک ملت در حد اجراعات به صفت یک دولت اینا هم صلاحیت هایی دارن و اینا هم سرنوشت دارن، به خاطر از این باید تلاش بکنن. حالی مربوط به مهارت رئیس جمهور غنی، دستگاه دیپلماتیک وزارت خارجه است و رئیس اجرایی که دکتر عبدالله و مجموعه حکومت افغانستان رهبری سیاسی افغانستان میشه که چطور میتونه بر ایندی ها تفهیم بکنه که روابط ما با پاکستان ضروری است. خب چطور میتونه با پاکستانی ها تفهیم بکنه که روابط با هند ضروری است؟ بله امین مهارت را داره، چون در گذشته ما شما شاهد هستیم که بارها در همچو سفرهای حکومت افغانستان شخصا رهبران حکومت وحدت ملی آمده یک جنا را گرفته تا اینکه بین بی‌طرفی خود را حفظ بکنن و یک نحو به منافع ملی فکر بکنن. من فکر میکنم که حکومت افغانستان خصوصا حکومت وحدت ملی که آیسته آیسته به طرف ختم خود میره تجربه های زیاد از اشتباهات گذشته داره. اما یک اشتباه هنوز هم تکرار میشه. زیادتر در بود روابط بین دولت ها دستگاهی هست به نام دستگاه دیپلماسی که مطرح میشه که زیادتر در اونجا تاثیرات را تشویش ها را و به می قسم آرمان ها و آرزوها را مطرح میکنه و این شکل دوامدار در روابط کشورها بحث میشه. اما رئیس جمهور غنی به صفت
رئیس حکومت افغانستان شاید اینا قبل از اینکه میرن مشورات داشته باشه، اگر نداشته باشه به اشتباهات قبلی افزوده میشه. سپاسگزارم. آقای منتظری، بحث جنگ و صلح افغانستان هم به یک نحوه در این روزها داغ است، ولی مهمی است که چرا آمریکایی ها و حکومت افغانستان در این تلاش هستند که در بحث جنگ و صلح افغانستان پای هندی ها را هم بکشاند. شما شاهد هستین که رئیس جمهور غنی یک بحث اساسیش در هند موضوع صلح با طالبان است. هند چی کمک کرده میتونه ما را در بحث صلح؟ جیب سوالی که شما مطرح کردین بیشتر جنبه تخصص نظامی داره و ما شاید او خیلی نتونیم ابراز نظر بکنیم، ولی از نقطه نظر روابط بین الملل فکر میکنم که دخیل ساختن هندوستان در قضیه صلح افغانستان به عنوان ابزار فشاری است بالای پاکستان. هندوستان در صورتی که تأثیر بالای گروه های جانب مقابل دولت افغانستان نداشته باشه، یعنی بر اینا مشرف نباشه، بر طالبان مشرف نباشه، بعد تأثیر چندانی هم به قضیه صلح افغانستان نخواهد داشت. ولی اگر قرار باشه که شما کشوری را به نام پاکستان بزرگترین حامی جریان جانب مخالف دولت ببینین، بعد یکی از ابزار فشار بالای پاکستان ایجاد روابط، ایجاد همسویی، رفاقت، ستود بیشتر، رفاقت بیشتر با هندوستان است. ولی در وقتی که حکومت وحدت ملی، وقتی که وزیر خارجه پاکستان به کابل آمده بود، وقتی آقای عبدالله میگن که اینها امیدوار هستند که حکومت جدید پاکستان با اینها همکاری میکنه، باز در یک چنین وضعیت اگر شما به رقیب اصلی اونها در منطقه برین نزدیکتر شاین، فکر نمیکنین که وضعیت بدتر میشه در افغانستان؟ اونها همون همکاری را که حکومت افغانستان توقع داره همکاری نخواهد کرد. همیشه وقتی شما با رقیب صحبت میکنین باید از جایگاه قدرت صحبت بکنین، نه از جایگاه ضعف. امروزه بحث از قدرت میارای خود داره برای یک ملت. انسجام و وحدت درونی یک ملت منبع از قدرت است. رفقای منطقه‌ای منبع قدرت است. جایگاه و پرستیژ بین المللی و نزدیک بودن با قدرت مرکز و محور قدرت است. داشتن اقتصاد برتر قدرت است. داشتن قوای مسلح بیشتر قدرت است و اینا. حال وقتی شما بخواین از جایگاه ضعف با پاکستان صحبت بکنین، همون سفر 20 ساله آقای کرزایی به پاکستان بود که نتیجه چندانی نگرفت. برمیگردیم به شما. ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. ادامه برنامه. آقای هاشمی، یکی از اهداف عمده این سفر چگونگی جلب کمک های نظامی هند به افغانستان گفته شده. فکر میکنین هند در کدام ستون میتونه افغانستان را در بخش نظامی کمک بکنه و چقدر کمک خواستن از هند در بخش های نظامی میتونه ما را حداقل در راستای مبارزه با تروریسم کمک بکنه و به نفع ما باشه؟ خب کمک های نظامی که افغانستان از هر کشور دیگه توقع داره که باید این مقطع افغانستان دستگیری بکنه، یک بخشش تسلیحات و تجهیزات است، بخش دوم مسائل ترینینگ ها است و بخش سوم مسائل حمایت های استراتژیک است که هند به خاطر عدم حضورش در داخل افغانستان نمیتونه که اهداف گیری و کمک های استراتژیک داشته باشه. اما در خصوص تجهیز نیروهای قوای مسلح افغانستان خواهشات از هند شده که او در حد گرفتن هلیکوپترهای جنگی و توپدار برای بخش سکتور امنیتی افغانستان به شمول قوات های نظامی افغانستان است. موضوع دوم تجربه هندی ها در مسائل مختلف خصوصا در مهار وضعیت های استرار و جنگ های است که مثلا یک ساحه گروگان گرفته میشه، اینا تجربه دارن و شاید حکومت افغانستان در این خصوص به خاطر ترنینگ دادن و یا آموزش نیروهای امنیتی افغانستان از اینا کمک بگیره. اما حال میایم به این که هندی ها چقدر توان کمک به ما دارن. متاسفانه در گذشته در حالی که در بعد انکشافی اینا دستاوردهای بسیار خوب در افغانستان دارن و پول خود بسیار هدفمندانه مصرف کردن، مثل تعمیر پارلمان افغانستان، اما در روان نظامی کمک‌های بسیار قابل لمس و قابل دید متأسفانه نتونستن داشته باشن. این بار دیده شده که حکومت افغانستان چقدر میتونه پنات از اینا رو فراهم بسازه تا به خاطر مهار جنگ‌های جبهه‌ای و حملات که بالای ولایت‌ها مثل غزنی سقوط کرد، وقتی مسائل واقع میشه این تجهیزات داشته باشه باید بتونه مقابله بکنه. خب حالا دیده شده که هندی‌ها میتونن جنگ غزنی، شما هم گفتین در حرفایتون، بله، هندی‌ها کمک میکنه اصلا در بخش امنیتی؟ خب فعلا تفاهماتی که امروزه جریان داره از چندین ماه به این طرف است که جریان داشته. البته یک بار در وقت حکومت جناب کرزی صاحب بعض تفاهمات در حالت شدن بود، اما با
وقتی حکومت تعویض میشه حکومت وحدت ملی میه و روابط با پاکستانی ها یک طرفه میشه ایندی ها امتناع میورزن از اینکه کمک های خود به افغانستان بکنن اما امروزه حکومت وحدت ملی قسمی که ما قبلا اشاره کردیم به مو پختگی رسیدن که درک بکنن که روابط با ایندی ها چی مفهوم داره و روابط با پاکستانی ها چقدر ارزش داره بنان اینا در صدد دمی هستن از جناب استاد عرض کردن که کوشش کنن یک توازن را در روابط به شکل استفاده بکنن که با طرف پاکستانی ها توقعی به خاطر کشاندن طالب ها به میز مذاکره باشد تا انتخابات پارلمانی برگزار شود و بعدا به طرف تفاهم همیشه گرفته شود و با ایندی ها به خاطر تجهیز است که افغانستان توان مقابله با چالش های کمی فعلا در جریان است با این چالش ها را داشته باشد. آقای منتظری قسمی که آقای هاشمی تصریح کردن هندی ها میتونن با حکومت افغانستان در بخش نظامی خوب کمک بکنه، مثلا یکی از بحث های کلان در جنگ افغانستان چگونگی حملات چریکی است. آقایش میگفتن میتونن کمک بکنه ولی شرطی است که حکومت افغانستان بتونه هندی ها را قانع بسازه. باور دارین که حکومت افغانستان همین توانمندی را داره که هندی ها را قانع بسازه در این بخش؟ هندی ها فکر میکنم نیاز به اقناع چندان ندارند، برای که دشمن مشترک داریم. وقتی که دشمن مشترک داشته باشیم دوستی الزامی میشه. هندی ها به تناسب بعضی از کشورها به دو امور و در او حوزه هایی که توانایی کمک داشته باشه و کمک خود مناسب ببینه خیلی نیاز به اقناع نیست، فقط حرفی است که ما طرح پیشکش کرده بتانیم که در کدام مورد بنابر چه دلیل ما ترجیح میتیم دیگرا را شما را نسبت به دیگرا و فکر میکنیم روی چه دلیل و منطق فکر میکنیم که شما توانایی را دارید. خب همین طرح را داره حکومت وحدت ملی فکر میکنه. مگه گاهی در میزها بحث میشه که آیا ظرفیت وجود داره یا نداره، اصلا به تو به نظر می چیز جالب معلوم میشه. چطور یعنی؟ در کشور 30 میلیونی هیچ امکان نداره که ظرفیت وجود نداشته باشه. ظرفیت وجود داره در صورتی که تعهد وجود داشته باشه. صداقت وجود داشته باشه. استقلالیت وجود داشته باشه. هدفمندی وجود داشته باشه. و کسی که در تصدیق در چوکی قرار داره و تصدیق را در اختیار خود داره وجدانن، ایمانن، شرافتن، اخلاقن به امو مسئولیت خود پابند باشه و امو را اجرا بکنه و الا از نظر ظرفیت شما در هر بودی که برین، در هر مسلکی، در هر حوزه و تخصصی که برین در بین این ملت شما آدمای صاحب طرح، صاحب برنامه، صاحب ابتکار عمل پیدا میکنه. درست، ولی وقتی که بحث از چگونگی ظرفیت مطرح میشه، ظرفیت در خود همین رهبران حکومت وحدت ملی است. باور دارین اینها میتونه قانع بسازه هندی ها را؟ خب شما گفتین که هندی ها نیاز به اقناع نداره، ولی حداقل همون طرح را باید پیشکش بکنه. اگر مخالفت های درونیشان نباشه، بلی توان اقناع را داره. چیزی که کمر سیاست داخلی و خارجی ما را شکستانده نداشتن توانایی نیست. آنچه که کمر ملت ما را شکستانده و کمر طرح و برنامه های سیاست داخلی و خارجی ما را شکستانده سبوتاژ شدن طرح یکی توسط دیگری است و چالش کشیده شدن برنامه یکی توسط دیگری است. ایج است که ما میبازیم قضیه. تشکر. آقای هاشمی بحث دیگه چگونگی جاگزین ساختن هند به عنوان دوست استراتژیک افغانستان در راستای اقتصادی و تجارتی است. خب در این نشست هم به یک نحو تاکید شده برای بیشتر ساختن پروازهای دهلیزهای هوایی. اصلا باور دارین که هند میتونه جاگزین پاکستان بر افغانستان شود در بخش تجارت و اقتصاد؟ می‌بینید در وضعیتی که همیشه نیازهای کشورها رو به رشد است و همیشه نیاز به خاطر مسائل جدید مثل تکنولوژی است، مثل مواد خوراکی و مازاد مختلف است و نیازها در حالت اوج گرفتن است، زیادتر بحث جاگزین سازی اقتصاد مطرح نمیشه یا راه‌های اکمالاتی مطرح نمیشه، اما بحث تعدد راه‌های اکمالاتی مطرح میشه. شما وقت مسئله چابهار را می‌بینید، یک راه بدیلی است که افغانستان مهاد به خشکی است، یک راه خوبتر، یک دسترسی بیشتر به یک ساحه میته که افغانستان بتونه بهتر محتاج خود از اونجا تامین بکنه. وقت دهلیز هوایی را شما مطرح میکنین، این یک راهی است برای افغانستان که مهاد به خشکی است و از طریق سرک‌ها بسیار وقت میگیره و متاسفانه کراچی مشکلات خود داشته، بندرش نمیتونه تا هند دسترسی داشته باشه، به با ارتباط است. ببینین اقتصادی که امروز در جهان حاکم است زیادتر روی رقابت ها میچرخه، اما اگر شما داخل یک مونوپولی یا مثلا یک راه اکمالاتی درگیر بودین که تنها از طریق پاکستان باشه، ما وابستگی های ما بیشتر می باشه، آسیب پذیری های ما بیشتر می باشه و اینا به صفت یک انگشت افگار، به صفت یک آلی فشار به خاطر اینکه ما تمکین کنیم به خواستش استفاده میکنه. وقتی این راه های اکمالاتی و این راه های تجارتی تعدد پیدا میکنه، به می اندازه ما شما میریم به طرف از اینکه داخل
داخل افغانستان یک رقابت ایجاد شوه و کیفیت بالا بره و قیمت ها پایین بیه از مواد خوراکی گرفته تا هر چیزی که ضرورتی مارکت داخل وطن است. از طرف دیگه موضوعی که بسیار مهم است، ما به خاطر از اینکه بتونیم که سیاست های خود را به قسم مستقلانه مطرح بکنیم بیشتری مثلا مطرح، اما پاکستان از ارزشش به اون اندازه که ما فکر کنیم مکمل بازارش در افغانستان بسته شوه به اون اندازه کاسته نمیشه. یعنی تنها در حد امین است که خب راه بدیل ایجاد شوه. خب راه بدیل به خاطر از اینکه ما بتونیم از گزینه های مختلف، از بدیل های مختلف، از راه های مختلف ما احتیاج مردم خود تهیه. شما ببینید تا دیروزی که ما تنها به پاکستان احتیاج بودیم، وقتی بندر تورخم بسته میشد نرخ نوا یک بار بلند میشد، میوه افغانستان وقت صادر میشد در اون موقع پاکستان مرزهای خود میبست، دروازه خود میبست و میوه ما تمامش حیف میشد. اما امروز راه های بدیلی است که افغانستان میتونه به خاطر رشد اقتصاد خود تلاش های بیشتر بکنه و بدون شک با وصف همه نقد هایی که ما به آدرس حکومت وحدت ملی داشتیم این یکی از بزرگترین دستاورد هایشان بوده. آقای هاشمی، بحث چگونگی توازن فکر میکنین اگر حفظ نشه توازن میان کابل و دهلی و میان کابل و اسلام آباد عواقبش چی خواهد بود؟ اگر توازن را حفظ نکنند که نکرده بود در حکومت‌های قبلی ما، اونو میشه که صف‌بندی در مقابل دولت افغانستان تشدید پیدا میکنه. شما وقتی آمدن ابلاغ کردین که اگر آمریکا و پاکستان با هم درگیر شد و ما در کنار برادران مجاهد پاکستانی خود استاد میشیم، بعد شما دیدین که آمریکایی ها و ناتو یک موضعی بسیار خاص اقبال شما گرفت. شما در گذشته دیدین وقتی رئیس جمهور ما رفت پشت درهای بسته با آیت الله خامنه ای مجلس کرد بدون حضور داشت رسانه ها، یک مجلس بسیار محرم، عکس العمل بسیار قوی و خطرناک را آهسته آهسته ما از جانب آمریکا به عنوان اساسی ترین متحد استراتژیک ما و بزرگترین حامی اقتصادی دولت افغانستان و بزرگترین حامی نظامی دولت افغانستان ما از جانب او دیدیم. نشستایی که در این اواخر صورت میگیره این بیلانس ها را حفظ میکنه برای امو است که شما هر روز که میگذره شاهد کاهش تنش میان دولت افغانستان و کشورهای منطقه و جهان هستید. خیلی سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان تا بعد. خدا نگهدار.